با نگاهی گذرا به دوره های مختلف تاریخی در ایالات متحده آمریکا می توان گفت که مسلمانان در این کشور گاهی وضعیت خوبی داشته و گاهی زیر فشار اطراف مختلف قرار می گرفتند برای نمونه دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا یکی از بدترین دوران ها برای مسلمانان بود به طوری که حتی از ورود به آمریکا منع شدند این در حالی است که گزارش جدیدی که از سوی یک سازمان اسلامی در آمریکا منتشر شده نشان می‌دهد تعداد مساجد در این کشور با وجود مخالفت‌ها و بسته شدن تعدادی از آنها در حال افزایش است. علی اکبری گزارش می‌دهد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست اخیراً گزارشی در مورد وضعیت مسلمانان منتشر کرده و در آن نتیجه گیری کرده که با توجه به افزایش تعداد مساجد در آمریکا اکنون آنان در وضعیت بهتری نسبت به قبل قرار دارند این روزنامه در گزارش خود به گزارش جدیدی که از سوی یک سازمان اسلامی در آمریکا منتشر شده بود استناد کرده است این گزارش که توسط جامعه مسلمانان آمریکایی شمالی موسوم به ایسنا مرکز خیرخواهی مسلمانان و انستیتوی سیاست و درک اجتماعی به طور مشترک منتشر شده نشان می دهد که با وجود اینکه تعداد زیادی از مساجد آفریقایی تبار در حال بسته شدن است تعداد کلی مساجد در ایالات متحده همچنان در حال رشد است احسان باگبی که پیشتر گزارش های مشابهی را در سالهای 2001 و 2010 منتشر کرده بود درباره گزارش جدید گفت در سال 2020 نظرسنجی مساجد ایالات متحده نشان داد 2769 مسجد در آمریکا وجود دارد که نسبت به سال 2010 که تعداد 2106 مسجد در آن وجود داشت رشد 31 درصدی تعداد مساجد در این کشور را نشان می دهد. باگبی در توضیح این افزایش گفت بدون شک نیروی محرکه اصلی افزایش مساجد رشد مداوم جمعیت مسلمانان در آمریکا به دلیل مهاجرت و میزان زاد و ولد است این گزارش نشان داد که پیش از شیوع کرونا در نماز جمعه به طور متوسط در هر مسجد 410 نفر شرکت می کردن. به گفته باگبی تقریبا 98 درصد مساجد آمریکایی از سوی مردم محلی اداره می شوند. آنها به طور متوسط بیش از سایر گروه های مذهبی در مراسم بین مذهبی و اجتماعی شرکت می کنند. این گزارش حاکی از آن است که مخالفت با ساخت عبادتگاه های مسلمانان نشان می دهد که تبعیض ضد مسلمانان بیش از سایر اشکال تبعیز مذهبی در ایالات متحده نهادینه شده است. این محقق افزود جامعه مسلمانان آمریکا بسیار متنوع است و اغلب تمایل به راهندازی مسجد دیگری بعد از اینکه یک مسجد به حد اکثر ظرفیت خود رسید وجود دارد این چیزی است که ما در بسیاری از گروه ها دیده ایم.